پرونده کیروش و 100 هزار دلارش با امضای آقای رئیس به چاپ دوم رسید. بعد از شفافسازی رئیس سابق کمیته اخلاق، پرونده قرارداد 100 هزار دلاری کیروش با شرکت تأمین کننده لباسهای تیم ملی باز شد. قراردادی که طبق اون مرد پرتغالی فوتبال ایران 100 هزار دلار پول گرفت تا حاضر بشه لباسهای شرکت آلشپورت رو برتن کنه. با کشیده شدن پای حراست وزارت ورزش به این ماجرا، این بار نوبت کیروش بود تا علاوه بر نشان دادن واکنش اقدام به شفاف سازی کنه. راجع پرونده خودم رو بهتون بگم، الان دیگه دقیقاً میدونم چه شخصی پشت این پرونده و این داستان هستش، چه شخصی درون فدراسیون امضاهای این پرونده ها رو انجام میده. اظهارات تازه‌ای از زبان مرد پرحاشیه تیم ملی شنیده شد. امضاهایی که پای شخصیت مجهولی رو به داستان کیروش و 100 هزار دلارش اضافه کرد تا سرانجام ماجرا تا بعد از بازی با ژاپن باز بمونه. بعد از بازی مقابل ژاپن یک کنفرانس خبری هماهنگ خواهم کرد که در اون کنفرانس به همراه وکیلم قدم به قدم تمام اتفاقاتی که راجع به آلشپورت اتفاق افتاد رو بازگو خواهم کرد. اما امروز هم آقای رئیس فوتبال با موضع‌گیری‌هاش اینطور شفاف سازی کرد. تفاهم دو نفر بوده، دو تا انسان عاقل بالغ که قراردادی به هم بستن، یک پولم پرداخت کرده. قرارداد امضا کردی داشتم فشام. من اون شاهد اون قرارداد امضا کردم و در جریان کارش بودم. راجع پرونده من نگران نباشید. حل فصلش خواهیم کرد. I promise you that I'm totally clean. قول میدم که من کاملا دیگه totally پاکم. از این ماجرا که بگذریم، میرسیم به بازی حیثیتی شاگردان جوان کیروش با ژاپن همیشه مدعی. فرصت بسیار خوبی هستش، همانند بازی سوئد و شیلی، که ما بتونیم از این بازی درس خوبی بگیریم و سعی بکنیم یک قدم دیگه رو به جلو برداریم و باعث پیشرفت و توسعه فوتبال ملی ایران بشیم. دیدار ایران و ژاپن که سه‌شنبه ساعت 17 انجام میشه، اما طبق گفته سرمربی تیم ملی با پایان این بازی حرف و حدیث‌های جدیدی آغاز خواهد شد که شاید پرونده کیروش و 100 هزار دلارش رو به چاپ سوم برسونه.